سلام به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم با هم دیگه یه مثال حل بکنیم از ضرب داخلی بردارها و چیزایی که تا حالا در موردش صحبت کردیم در مورد ضرب داخلی رو سعی بکنیم توی حل این مثال استفاده بکنیم مثال این هستش میگه که فرض بکنید که فرض کنیم فرض کنید که دو تا بردار آبه داریم با این معلفه بردار آمون معلفه هاش هست دو منفی یک و دو و بردار بمون معلفه هست یک منفی یک و صفر این دو تا بردار پس داده شده اولین چیزی که از ما خواسته شده اینه که ضرب داخلی آب یعنی آ نقطه ب را پیدا کنید پیدا کنید خب بیاید اولین بخش رو با هم حل بکنیم تا بعد بریم سراغ بخش بعدی خب ما میدونیم که برای ضرب داخلی دو تا بردار یعنی آ نقطه ب ما دو تا رابطه بلدیم رابطه اول که باهاش ضرب داخلی رو تعریف کردیم چی بود؟ بود طول آ ضرب در طول ب ضرب در کسینوس زاویه بین آ و ب یعنی کسینوس تتا از طرف دیگه یک رابطه دیگه داشتیم که با هم اثبات کردیم که آ, آ نقطه ب میتونه از اون رابطه به دست بیاد برای هر دوتا بردار آ و ب و اون رابطه این بود آ یک زب در به یک یعنی معلفه اول آ زب در معلفه اول به به علاوه آ دو در به دو به علاوه آ سه در ب سه خب حالا برای این سال به نظرتون از کدوم یکی از این دوتا رابطه راحت تر استفاده بکنیم؟ چون که معلفه های آ و, ب و تک تک به ما دادن یعنی آ یک و آ دو و آ سه و به یک و به دو به سه داریم راحت تره که از این رابطه دوم استفاده بکنیم برای به دست آوردن ضرب داخلی آ و به یعنی آ نقطه به خب خواهد مساوی خواهد بود با چی؟ آ یک ضرب در به یک میشه دو ضرب در یک به علاوه آ دو ضرب در به دو که هست منفی یک ضرب در منفی یک به علاوه ای آ سه زب در به که می شود دو زب در سف پس داریم چی دو زب در یکی از دو به علاوه ای منفی یک در منفی می یک میشه یک به علاوه دو زب در سف هم که میشه سف پس ضرب داخلی آ و ب برابر با سه هستش آ نقطه ب مساوی با سه هستش خب این از ضرب داخلی آ و ب. حالا قسمت دوم سال به ما گفته از ما خواسته که زاویه بینه بردارهای آ و ب را بیابید یعنی ما بردارهای های و در حالت کلی مثلا فرض بکنید این یه بردار آی هستش این هم یه بردار بی هستش لزوما نه که من کشیدم این آوبه و که اینجا داده شده نیستن دو تا بردار دلخواه یه زاویه تتایی داره بینشون دیگه از ما خواسته شده که این تتا رو پیدا بکنیم که مساوی با چقدر هستش خب چطور میتونیم این تتا رو پیدا بکنیم؟ گراهش اینه که بیایم واقعا یه دستگاه محورهای مختصات x و y و بکشیم و سعی بکنیم که توش a رو به طور دقیق رسم بکنیم و بعد یه جوری به صورت هندسی بیایم زاویه بینشون رو پیدا بکنیم که چون بردارهامون توی سه بوت هستن یعنی بردارها توی فضای آر سه هستن خیلی خیلی سخت میشه این کار و اصلا نمیشه به راحتی انجامش داد راه حل دوم این استش که از ضرب داخلی بیایم استفاده بکنیم استفاده از ضرب داخلی چطور بیایم از ضرب داخلی استفاده بکنیم؟ ببینید ما میدونیم که دو تا رابطه داریم برای ضرب داخلی یکی این رابطه اندازه آزب در اندازه به ضرب در کسینوس زاویه بینشون یکی همین رابطه دوم هستش ما از رابطه دوم استفاده کردیم و آنقطه به رو به دست آوردیم ضرب داخلی شد سه از طرفی چون تک تک معلف های آ و ب رو داریم میتونیم اندازه آ و اندازه ب رو هم به دست بیاریم پس توی این رابطه اندازه آ ضرب اندازه به در کسینوس تتا ما این کسینوس تتا رو فقط نمیدونیم اما آ نقطه ب رو که سمت چپ این تساوی هست میدونیم چیه پس اگر اندازه آ و اندازه ب و همچنین آ نقطه ب رو که اینجا حساب کردیم جایگذاری کنیم یه معادله ای به دست خواهد اومد که توش فقط کسینوس تتا مجهوله و با حل اون میتونیم کسینوس تتا رو به دست بیاریم و بعد معکوس کسینوس معکوس اون عبارت رو اگر حساب بکنیم زاویه تتا به دست میاد خب پس بیاید این کار رو انجام بدیم اول اندازه آ رو با هم دیگه پیدا میکنیم اندازه آ مساوی هستش با چی؟ مساوی هستش با رادیکال آ, آ یک به توان دو یعنی دو به توان دو به علاوه معلفه دوم به توان دو منفی یک به توان دو به علاوه سوم که مجددا دو به توان دو هستش خب میشود چی؟ میشود رادیکال نه نبارد که برابر با 3 هستش اندازه به مساویه چیه؟ اندازه به مساوی هستش با رادیکال معلفه اول یک به طوان دو به علاوه معلفه دو و منفی یک به طوان دو به علاوه معلفه سوم که صفر هستش که این می شود رادیکال دو پس اندازه آبه رو داریم از طرفی می دونیم که آ نقطه به مساوی هستش با اندازه آ ضرب در اندازه ب ضرب در کوسینوس تتا خب حالا بیا جاگذاری رو بکنیم آ نقطه ب میدونیم برابر با سه هستش پس سه مساوی هستش با اندازه آ که سه اندازه ب که رادیکال دو ضرب در کوسینوس تتا که کوسینوس زاویه بینشون هستش خب بنابراین این سه ها که با هم دیگه ساده میشه داریم کوسینوس تتا مساوی هستش با دو طرف اگر به رادیکال دو هم تقسیم بکنیم میشود کوسینوس تتا مساوی با یک روی رادیکال دو که این یکی از زاویه‌ای هستش که کوسینوسش رو از قبل میدونیم بنابراین تتا زاویه تتا مساوی با چقدر خواهد بود مساوی با پی چارم. چون کوسینوس پی برابر یک روی رادیکال دو یا یک رادیکال می میدونیم که مساوی رادیکال دو, دو دوم دیگه کسینوس پی 4 یا همون به درجه اگر بخوایم بگیم 45 درجه پس پی 4 رادیان یا 45 درجه زاویه بین بردار آب هستش خب اینم پس از روش پیدا کردن زاویه بین دو بردار با استفاده از ضرب داخلی خب اینم مثالی که میخواستیم در مورد ضرب داخلی حل بکنیم توی کلاس درس بعد میبینمتون